در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جاوید، در رابطه با تجمع اعتراضی شیعیان هرات در قبال محدودیت‌های طالبان برای عزاداری‌های محرم و سخنان نسنجیده رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات و تأثیر آن در تغییر رویکرد طالبان، لطفاً برای بینندگان ما توضیحی بفرمایید. با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما. خدمت داشت که اما ابتدای ترین سخنی کلم در قسمت باید بود که طالبان در اصول با مذهب شیعه مشکل دارن و این مذهب جزی از چهار مذهب حق نمیدانن و دمی ولایت هرات قبلا یکی از مولای آبنام مولای نیازی اصلا شیعه را رافضی دانسته و علیه از اینا حکم جهاد نمیخواد قتل عام اعلان کنه بودن. ولایت هرات مشیعه‌ای که مربوط به ولایت هرات است یکی از آسیب ترین قشر مردم هستن، چون اونجا یک افراطیت بسیار شدید مذهبیت حاکمیت داره. همین گزارش شما پخش کردی، گزارش نه تنها در هرات بلکه در اکثر جای این محدودیت‌ها سر از اینا وضع کرده. حتی طالبا یک اعلامیه رسمی برای تمام مساجد اهل تشیع توضیح کرده که در اونجا از اونا خواستن که مراسم مذهبی رو طبق روال قبلی که شیعه در افغانستان برگزار میکنن نکنن، از جمله مراسم سینه زنی، نمیفهم صدای لاسپیکر و بالا شدن و نمیفهم دست خیابان برآمدن، اینا رو تقریبا منع کردن و بنزی مردم بسیار ناراض هستن. حالا گپ اینست که طالبا خب به یک نوعی سر افغانستان حکومت میکنه، اینا هر چقدر مدت روی زن با وجود آورد مردم تحمل کرد، مدتی روی حضور اقوام و مذاهب درون دولت محدود کرد، ایران مردم تحمل کرد. منتها یک چیزی که بسیار مردم افغانستان مخصوصا شیعه افغانستان روی حساس تر، موضوع رسومات مذهبی است، از جمله دهه محرم. دهه محرم یک موضوعی است که بسیار مردم افغانستان مخصوصا به اهل تشیع دهی وابسته تر، بعض از ساختار از اونها هیچ وقت به نفع طالبان نیست و منجر به جنجال کلان خواهد شد. ما پیشنهاد نمیز که این محدودیت‌ها روی مردم نگذارن و تا ای که قتل عام دیگه صورت نگیره. من فکر می‌کنم که طالبان در این قسمت یک اشتباهی را مرتکب شده و فکر می‌کنم در هرات رئیس اطلاعات فرهنگ که محدودیت‌ها را تا بدیت خوانده، اینا یک موضوعات است که آینده بسیار خطرناک و آخر بسیار بدی برای طالبان و برای مردم افغانستان خواهد بود. بله، از شما سپاسگزارم سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت. We'll be right back.